یوبیسافت چرا؟ چرا؟ بس نیست؟ کافی نیست؟ این بازی کثیف و کی میخوای تموم کنی؟ اوکی؟ داداشم یوبیسافت، بالاخره بعد سالها تونستی یه حرکت درست حسابی بزنی، طرفداراتو طرفدار اصلی تو خوشحال نگه داری. سلام همگی، من رضام و باید بگم این ویدیو رو راستش بخواید داریم قبل مراسم یوبیسافت فورورد میگیریم. فقط چیزی که نمیدونستیم حماقتمون بود که فکر میکردیم پنجشنبه مراسم یوبیسافت فورورده. یعنی ما حتی رفتیم لایو گذاشتیم، سه نفره یه رو 20 دقیقه منتظر لایو یوبیسافت فورورد مونده بودیم و یا گفتیم این که واسه دو شب بعده که بخاطر همین من اولش دوتا ریاکشن رو گذاشتم چون نمیدونم بعد مراسم قرار خوشحال باشم یا ناراحت باشم. اوکی، این هفته میشه گفت هفته پرباری بود واسه شرکت CD Projekt Red و مخصوصا بازی سایبرپانک. اولش که ما تریلر انیمه سایبرپانک ایج رانرز رو گرفتیم. من نمیدونم چرا همه این چیزهایی که به فیوچر و آینده چیز دارن از رانر استفاده میکنن. بلید رانر، ایج رانر، گوست رانر بود دیگه اون بازی. آره گوست رانر بازی خوبه ولی جیزوس کرایست به نظر خیلی جالب میومد، خیلی مثبت و 18 و تو این لایو استریمی هم که این هفته شرکت CD Projekt Red داشتش، نه تنها از یه اکسپنشن خیلی گنده، از اولین اکسپنشن گنده شون رونمایی کردن به اسم فانتوم لیبرتی که یه تریلر خیلی باحال ازش اومد و گفتن که داشمون کیانو ریوز قراره برگرده به عنوان جانی سیلور هند و به نظرم خیلی جالبه. بلکه همین انیمه ایجرانرز هم همین الان یه چند تا DLC به بازی سایبرپانکش اضافه شده، مثل کاستومایزیشن و اینجور چیزا. و یه خبر از یه نظر بهش نکنین خیلی خوبه ولی خیلی هاتون رو شاید خوشحال نکنه، اینه که این اکسپنشن فقط واسه کنسولای نسل 9 و PCه، دیگه قرار نیست روی PS4 بیاد، دیگه قرار نیست روی Xbox One کار کنن. که اگه بهش فکر کنی، اگه به عنوان یه گیمر بهش فکر کنی، این خیلی خوبه. اوکی، این هفته اقدار هفته تقریبا بدی بود واسه بازی هیلو اینفینیت. چرا؟ چون که فصل 3 این بازی نه تنها تأخیر خورده، اگه بهش فکر کنیم فصل 2 این بازی هی داره طولانی تر و طولانی تر میشه، تقریبا 10 ماه الان. مود فورج این بازی طبق گفته سازنده ها مثل اینکه خوب داره پیش میره و تا آخر امسال عرضه میشه، اما مود کاوچ کوآپ این بازی کاملا کنسل شده. و خب این خبر خیلی خوبی نیست باید بگم واسه هیلو. خب میرسیم به مهمترین بخش این گیمری ماشو، بخش کلن در مورد مراسم یوبیسافت میخوام صحبت کنیم، پس میسپرمتون به رضا در آینده. اینجا این دریمی افکت رو بزن شکلیه. خب خوش اومدیم به بخش کامنت خونی سمی هفتگی گیمری ماشو. این هفته کامنتاتون خیلی خوب بودن، من شخص خیلی دوست داشتم. با پرطرفدار ترین کامنت این هفته شروع میکنیم، اونم واسه بغداد بود. اوکی؟ بذار با خنده‌دار ترینش شروع کنیم. یکی از دوستان گفته که من فکر می‌کردم رضا خیابانی تو کلاس فارسی می‌خوابیده، نگو تو کلاس جغرافیا هم می‌خوابیده. نمیدونم داش، من همین 5 دقیقه پیش تازه فهمیدم. تازه 5 دقیقه پیش چی فهمیدی؟ بگو. نه بگو. اوکی بچه‌ها، من فکر می‌کردم مثلا عربستان یه بخشیه که توش 4-5 تا مثلا کشور عربی هستش، مثلا UAE و امارات و این یکی عراق و اینا. فکر می‌کردم همه‌شون توی یه قسمتی هم به مثلا اسمش به این کل میگن عربستان. چون اگه بهش فکر کنی با عقل جور در میاد، داری میگی عربستان، یعنی یه جای عربستان، یه جای پر کشور عرب دیگه. سهیل گفته که بغداد جزء استان تهرانه، اگه به من میگفتی من قبولت داشتم داداش. بغداد روستا هستش داداش، شیراز رو میگیری سمت راست مستقیم میرسی. و حالا میدید چی خنده داره، یهو بری تو مپ نگاه کنی ببینی بغداد از طرف راست به آره شیر، نه نمیشه بغداد این یه ولش کن خنده دار.
بابا بغداد دو تا کوچه پایین‌تره، بغداد داداش اصلا قاره است. اوکی اوکی گایز، اوکی بچه‌ها، اوکی فهمیدم بغداد تو چیزه کجا؟ عراق. آفرین. یس. یکی بچه ها زیر اون نسخه کامل پادکستمون تو یوتیوب نوشتن که وای اون قسمت که هیدن بلید رضا خراب شد قلبم در گرفت. این کامنت سمی نبود ولی من خیلی این کامنت رو دوست داشتم چون باعث شد قلبم گرم بشه. و راستش چیزی میخواستم بهتون بگم، من هنوز دارم اون هیدن بلیدی که گفتم و این عکسشه اینجا، همونطور که گفتم قشنگ کامل بسته بندیش کردم و اینا. به همون بگید دوست دارید یه ویدیو در موردش ببینید یا نه، که مثلا ما میریم دوروبره چه میدونم جاهای مختلف سعی میکنیم درستش کنیم، مثلا میدیم به یه چی میگم به اینا، مثلا یه کسی که نمیدونم سعی میکنیم درستش کنیم اینو، کلن یه ادونچر یه ویلاگ تور بسازیم در مورد چه میدونم اینکه هیدن بلاید منو درست کنیم. و این دوستمون هم نوشتن که سلام داش دختری. آره بخش اخبار کوتاه این هفته بود. طبق گفته جیم راین، مثل اینکه فیل اسپنسر گفته که بازی کال آف دیوتی فقط 3 سال دیگه روی پلی‌استیشن بعد از اتمام قراردادشون میمونن، یعنی تا سال 2027. از کنترلر جدید ایکس باکس الیت رو نمایی شد به اسم سیریز 2 که اسمش کوره. و سازنده اسپلیت گیت گفتن که دیگه قرار نیست روی محتوای جدید برای بازی کار کنن و تمرکزشون رو میذارن روی ساخت یه بازی جدید. خب من دوست دارم همینجا این گیمر ماشو رو تموم کنم. من هنوز نمیدونم قراره تو یوبیسا فوروارد چی بگذره، پس هر چیزی رضا در آینده گفت همون درسته، من به حرفش اعتماد دارم. تو غلط کردی بهش اعتماد کردی، برای چی به رضای در آینده اعتماد کردی؟ و تا ویدیو بعدی، من رضا بودم از گیمری ما، خدا نگهدار.